فراوان به شما همراهان گرامی، پگی هستم با ویدیوی دیگه در خدمت شما عزیزان. رازهای پرپشتی موهای زنان هندی چیست؟ در این ویدیو با من همراه باشید تا به این رازها پی ببرید و همینطور خوشحال میشیم که ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگولک کنار سابسکرایب از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر باشید. زنان هندی گیسوان بلند، پرپشت و درخشانی دارند که نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند و موهای آنها همیشه زبان زده خاص و عام بوده. اگر برای یک بار هم که شده فیلم هندی دیده باشید، توجه شما به گیسوان بلند و پرپشت زنان هندی جلب شده. اما چه رازی پشت این موهای زیبا و درخشنده وجود دارد؟ چرا همه ی آنها موهایی پرپشت دارند؟ برای یافتن پاسخ این سوالات با من همراه باشید. زنان هندی به صورت نرمال هر روز موهایشان را شستشو نمی دهند و همچنین در هنگام شستشو از آب گرم استفاده نمی کنند. آنها هر روز موهایشان را نمی شویند و این کار را دو بار در هفته با شامپوی طبیعی و نرم کننده کافی و مناسب موهایشان انجام می دهند تا درخشش و زیبایی مو را حفظ کنند. روغنهای سالم نارگیل و کرچک مورد علاقه یک زن هندی می باشند. زمانی که این دو روغن با یکدیگر ترکیب شوند تأثیر فوق‌العاده‌ای خواهند داشت. اگر مشکلاتی مانند شوره سر، خشکی و زبر شدن مو برای هندی ها ایجاد شود، هرگز سراغ درمان هایی با محصولات شیمیایی نمی روند. در این مواقع تنها راه حل آنها استفاده از حنا و روغن کنجد است. شامپوهای طبیعی مانند شیکاکی بهترین گزینه برای استفاده ی زنان هندی می باشد و دارای خواص گیاهی است که باعث افزایش گردش خون در کف سر می شود، به علاوه از آسیب جلوگیری می کند. همچنین آنها برای شانه کردن موهایشان از شانه ی دندان درشت استفاده می کنند. زنان هندی از برس استفاده نمی کنند، زیرا باعث می شود که موهایشان شکسته شود و ریزش پیدا کند. زنان هندی هیچ وقت با سنجاق‌ها و آرایش‌هایی که بر روی موهایشان انجام می‌دهند نمی‌خوابند، زیرا مانع گردش خون در کف سرشان می‌شود و بنابر این رشد مو را کم می‌کند. موهای خود را با آب سرد شستشو دهید. هر کسی دوش گرفتن با آب گرم را دوست دارد. اما اگر می خواهید موهایتان بلند باشد و رشد خوبی داشته باشد، باید آن را با آب سرد شستشو دهید. آب سرد گردش خون را در کف سر تحریک می کند و منجر به رشد سریع موها می شود. از روغن‌ها و اسانس‌های ضروری استفاده کنید، زیرا رشد و تقویت موها را سریع‌تر می‌کند. روغن رزماری، روغن زیتون، سدر و استقدوس برای موها بسیار مفید هستند و مواد مغذی که برای رشد مو به آنها نیاز دارید را تأمین می‌کنند. شستشوی هر روز موها رطوبت آن را از بین می برد و باعث خشکی و پوسته پوسته شدن سر می شود. اگر فکر می کنید که باید آن را بیشتر از دو بار در هفته شستشو دهید، به سه بار در هفته برسانید، اما نه هر روز. در هندوستان شانه کردن موها پر اهمیت است. آنها همواره توصیه می کنند که مرتب موها را شانه کنید، زیرا احتمال شکننده شدن آنها کاهش می یابد. اما باید از شانه کردن موها زمانی که مو خیس است اجتناب نمود، زیرا هنگامی که مو خیس است بیشتر از هر زمانی ضعیف و شکننده می باشد. پس نباید موهای خیس را شانه کرد.
بهتر است موهای خیز به طور طبیعی خشک شوند تا کمتر آسیب ببینند و فقط از سشوار و خشک کننده ها زمانی استفاده کنید که می خواهید برای رفتن به مراسمی موها را حالت دهید یا مجبورید در زمانی کوتاه موها را خشک کنید. لازم است قبل از شستن موها را شانه کنید تا گره های مو باز شود. اهمیتی که هندی ها به روغن می دهند. روغن زدن به موها از تکنیک های مهم هندی هاست که به آن اهمیت زیادی می دهند و باید در هندوستان حداقل هفته دو بار قبل از شستشوی موها آنها را روغن زد. روغن زدن به موها درخشندگی خاصی به آنها می دهد و ماساژ با روغن جریان خون پوست سر را آسان می کند. یکی از رایج‌ترین مواد طب هندی روغن نارگیل است. برای استفاده از روغن نارگیل آن را با روغن کرچک مخلوط کنید و پوست سر خود را مرتب با آن ماساژ دهید تا هم از شر مخوره، ریزش مو و شوره سر خلاص شوید و هم به احیای موهایتان کمک کنید. روغن نارگیل ماده‌ای است که در هندوستان برای جلوگیری از پیری و رهایی از استرس استفاده می شود. ماساژ مو با روغن داغ سبب تأمین رطوبت موها و پوست سر می شود. برای این کار استفاده از روغن نارگیل، بادام یا زیتون مناسب است. شما باید برای داغ کردن روغن مقداری از آن را در ظرفی بریزید و در ماکروویو قرار دهید تا حدی گرم شود. و بعد این روغن را روی پوست کف سر ریخته و ماساژ دهید تا موها کاملا مرطوب شوند. هندی ها چه می خورند که موهایشان نمی ریزد؟ خوردن هر صبح یک مشت کنجد سفید که حاوی مقدار کافی منیزیم و کلسیم است برای رشد مناسب موها مفید است. در طب هندی معتقدند که برخی از گیاهان سبب بهبود گردش خون و ضد عفونی شدن پوست سر و تسهیل رشد موها می شوند. پس بهتر است موهایتان را با سرکه سیب و چای مریم گلی بشویید، زیرا رشد مو را تحریک می کنند. شستن موها با عصاره شیرین بیان از ریزش مو جلوگیری می کند. ماساژ پوست سر با اسانس گزنه، رزماری و گیاه دم اسب به طور منظم باعث تحریک رشد موها می شود. ماساژ کف سر با روغن‌های حاوی ویتامین ای برای تأمین سلامت موها و پوست سر و بهبود جریان گردش خون روزانه 5 تا 10 دقیقه خیلی ملایم پوست سر را ماساژ دهید. ماساژ پوست سر از ریزش بیش از حد موها جلوگیری می کند. برای این کار روغن نارگیل یا بادام که حاوی ویتامین ای هستند را استفاده کنید، زیرا روغن های حاوی ویتامین ای مانع خشکی یا پوست شدن پوست سر می شوند. مرسی که با من همراه بودین. شاد و تندرست باشید.